بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام بر شما بنیده و شنونده سنترال افغانستان هستین. امروز یک شنبه پنجم سرطان و برابر با 26 جون 2022 میلادی است. توجهش را جلب میکنم به تازه ترین خبرها از افغانستان، به خصوص خبرهایی از بلخ و بولل و سرجنگل و بازگشت قیصری به افغانستان. از انتخاب کردم که به سمتان خواهیم رسان. اگر از دریچه فیسبوک برین دستین این گزارش را به اشتراک بمانید. به خبرها را از ولسوالی بلخ و ولایت سرپل آغاز میکنم. امروز در ولسوالی بلخ به ولایت سرپل شاهد درگیری نبودیم، اما نظامیان گروه تا در چندین قریه در اطراف ولسوالی دست به تلاشی خانه به خانه زده و شمار زیادی از شهروندان ملکی و بیگناه بلخ را لتوکوب و حتی تعدادی را تیرباران کردند. هرچند که ادعا می شود در گوشه و کنار بلخ مناطقی که در تصرف گروه تا هستند تعداد زیادی از افراد ملکی شهید و زخمی شدند، اما امروز 3 نفر از برادران سادات به صورت بی‌رحمانه در مقابل دروازه خانهشان توسط نظامیان گروه تا تیرباران شدند. از این افراد به نام های سید عظیم شریفی که فرد کهنسال هم بودن، 75 سال سن داشتند، و سید علی آقا فرزند سید محمد حسین، سید وحیدی فرزند سید رضا شریفی یاد شدند که هر سهشان آدمای ملکی بوده و گفته می‌شود که از بین سید علی آقا و سید وحیدی یکشان معلم هم بودن. یکی از شهدا که آقای سید عظیم شریفی باشه آدم بسیار کهنسال و از مسفیدان منطقه بودن که این افراد بدون کدام پرسجو بدون کدام دلیلی تیرباران شدن و متاسفانه مردم هم نتوانستن کار خاص انجام بده. تون نیروهای بسیار زیادی هم در ساحه آمده بودن و تعداد زیادی از باشندگان محل در ولسوالی بلخ به ولایت سرپل نیز لتوکوب و توهین و تحقیر شده. این در حالی است که در روزهای گذشته نیز ادعا شدند که تعداد زیادی از مردم ملکی در ولسوالی بلخ به ولایت سرپل توسط نظامیان گروه تا به شهادت رسیدند. از جمله دیروز ادعا شد که 9 نفر توسط نظامیان گروه به شهادت رسیدند که 2 نفر چوپان بوده و 5 نفر کارگر معدن و 2 نفر هم از مردم گلورز که در مرز در صوف به شهادت رسیدن. استاد محقق ما در صفحه فیسبوکش گفته است که این افرادی که دیروز به شهادت رسیدن 3 نفرشان دهقان بوده و 2 نفرشان چوپان. اما آقای محقق اشاره به این نکرده که آیا اونا کارگر معدن زغال سنگ هم بوده و یا نه. در حال است که دیروز ادعا می شد که 5 نفرشان کارمندان بوده که در زغال سنگ کار میکرده است. خبری هم از ولسوالی لالو سرجنگل ولایت غور داریم. گروه تا با حمله بر خانه محمد مرادی وی و دو دخترش و یک خواهرزادش را به شهادت رسانده است. قمندان محمد مرادی از فرماندهان خیزش مردمی در ولسوالی لالو سرجنگل ولایت غور بود که دیشب توسط نظامیان گروه تا یک جا با خانوادهش به شهادت رسیدند. در این حمله گروه تا 2 نفر از اعضای خانواده قمندان مرادی که شامل همسرش و فرزندش هست هم زخمی شده و او افراد در حالی که زخمی هستند نیز توسط گروه تا بازداشت و به مرکز منتقل شدند. در همین حال مسئولان گروه تا در ولایت غور نیز با نشر یک اعلامیه گفتند که آنان با حمله به ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور چند تن را که همکار مولوی مهدی بودند را به قتل رسانده است. آنها حتی خودشان هم تایید کردند که در بین کشته شدگان 2 زن نیز شامل می باشند. شهروندان کشور ما پرسیدند که چگونه ممکن است این افراد با مولوی مهدی ارتباط داشته باشد در حالی که مولوی مهدی در بلخ بود و اینا در ولسوالی لالو سرجنگل. بسوی حتی اگر فرد قمندان مرادی داخل در این مسئله بودن به ارتباط هم با مولوی مهدی داشتن، چگونه و با چی منطق خانواده او که شامل زنان بودن تیرباران شدند؟ مسئولان گروه تا ما به این مسئله نپرداخته و گفتن که در این درگیری یک نفر از اعضای خودشان نیست کشته شدند. هرچند که برخی منابع مردمی مدعی هستند پس از حمله نظامیان گروه تا بر خانه فرمانده مرادی او نیز دست به دفاع پرداخته که در نهایت 7 تن از نظامیان گروه تا زخمی و 5 نفر دیگر نیز کشته شدند. گروه تا تاریخ برگزاری و مشخصات شرکت کنندگان لوی جرگه را در کابل اعلام کرده است. بر اساس مکتوبی که به امضای ملا حسن آخون رئیس الوزرای گروه تا رسیده، قرار است که لوی جرگه این گروه 8 ماه سرطان برگزار شود. طبق این مکتوب اکثریت قاطع شرکت کنندگان باید ملا و مولوی باشد.
ملا عبدالغنی برادر معاون ملا حسن آخون رئیس کمیسیون تدویر این جرگه معرفی شده است. دفتر ریاست الوزرا همچنان گفته است که هیبت الله آخون رهبر پردنشینشان نیز این مسئله را تایید کرده و چنین دستور را صادر کرده است. در مکتوب آمده است که با هماهنگی اداره‌های گروه تا در ولایت ها از جمله استخبارات این گروه، امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد حج و اوقاف، کسانی که عالم دین بوده در گذشته در چوکات نظامی گروه جنگ کرده بوده و یا اینکه جنگ از گروه را تایید کرده باید دعوت شود. کسانی که دیدگاه مخالف داشته در گذشته در صف این گروه نبوده و جنگ این گروه را قبول نداشته و نامشروع میدانسته حق شرکت در این جرگه را ندارد. یعنی اونطوری که اکثر سیاستمداران هم مدعی بودند، این جرگه کاملا نمایشی و فقط بین اعضای این گروه است و مردم افغانستان نقش ندارند. در این مطلب همچنان آمده است که از هر ولسوالی 3 نفر باید بیاید، که 2 نفرش باید مولوی و عالم دین باشه و 1 نفرش از مردم عادی باشه. باز هم تاکید میکنم که از اعضای این گروه باشه و یا اینکه جنگ از این گروه رو در طول چند سال تایید بکنم. در مورد تعداد شرکت کنندگان هم تا به حال چیز خاصی گفته نشده و البته از هر ناحیه در شهرها هم 3 نفر مثل ولسوالی ها دعوت شدند که باید در این برنامه شرکت کنند و در ولایت ها که شورای علما هم دارند، 2 نفر دیگه هم از بین شورای علمایشان نیست در این برنامه شرکت خواهد کرد. این در حالی است که رحمت الله نبیل هم قبلا گفته بود که مسئولان گروه تا میخواهند که جلسه را برگزار بکنند و طرحی را که زلمه خلیلزاد چند سال قبل در دوحه برایشان سپرده بود را مطرح کنند. و این طرح این است که آنچه که در ایران حکومتی که ایرانی ها شکل داده شبیه اون شکل بیته، با این روی کرد که ایرانی ها مذهبشان شیعه هستند و از اینها سنی باشند. شورای علمای شیعه افغانستان میگه که مردم ملکی و غیر دخیل در جنگ بلخاب نباید مورد آزار و اذیت قرار بگیرد. این شورا دیروز با نشر یک اعلامیه گفتند که آنان تلاش کردند تا جلوی جنگ در بلخاب را بگیرد، اما عده‌ای در تلاش بودند تا به هر نحو ممکن جنگ در بلخاب در بگیرد. آنان گفتند اکنون که در بلخاب جنگ صورت گرفته است، طرف ها باید متوجه مردم باشد و نباید افراد ملکی و بی‌غرض در جنگ های بلخاب مورد آزار و اذیت قرار بگیرد. از جنوب افغانستان نیز خبر می‌رسد که گروه تا باز هم 2 نفر را به شمول یک نظامی حکومت پیشین و 1 فرد ملکی را در این ولایت تیرباران کرده است. و گفته منابع مردمی، این رویداد روز یکشنبه 5 سرطان در منطقه 4 باغ از مربوطات حوزه 7 شهر قندهار در جنوب افغانستان رخ داده است. و گفته منابع یکی از افراد کشته شده نظامی حکومت پیشین بوده و 1 نفر دیگه هم غیر نظامی. گفته می شود که گروهی تا پس از مشاجره لفظی این افراد را در شهر قندهار تیرباران کردند و کسی هم نیست که در این مسئله از آنان سوالی بپرسند. منابع محلی از فاریاب میگه که راننده یک 3-چرخه در مرکز این ولایت به قتل رسیده است. این رویداد پیش از چاشت روز یکشنبه 25 سرطان در ناحیه 4 شهر میمنه و در نزدیکی شفخانه حوزه فاریاب رخ داده است. نظام الدین قیصاری که چند قبل با مسئولان گروه تا بیعت کرده بود، امروز به افغانستان برگشت. نظام الدین قیصاری فرمانده پیشین نیروهای خیزش مردمی در ولایت فاریاب و از افراد نزدیک به مارشال عبدالرشید دوستون که سالها در برابر گروه تا جنگیده بود، روز یکشنبه به دعوت گروه تا به کابل بازگشت است. او در گفتگو با رسانه‌ها در کابل از گروه تا خواست است که همه اقوام از جمله پشتون، ازبک، تاجیک، هزارها و ایماق‌ها را در حکومتشان شامل کند. آقای قیصاری پس از آن که حکومت به گروه تا تسلیم داده شد در شمال بازداشت شد، اما پس از مدتی به ایران رفت و حدودی 2 ماه قبل رابطه ایشان را با گروه تا برقرار کردند و به تازگی هم با آنان بیعت کرده و اینک به کابل برگشته است. استاد حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به کشتار غیر نظامیان در ولسوالی بلخاب ولایت سریپول و لعل و سرجنگل ولایت غور واکنش نشان داده است. آقای محقق امروز یکشنبه 5 سرطان در برگه فیسبوکش نوشته است که مردم ولسوالی بلخاب به جرم عدالت‌خواهی از سوی جنگجویان گروه تا از زمین و هوا توسط سلاح‌های اهدایی آمریکا مورد حمله قرار گرفته است. او افزوده است که علی‌رغم تلاش‌هایی که انجام شده تا از وقوع این جنگ جلوگیری شود، اما نشد. ظاهرا گروه تا از قبل تصمیم گرفته بودند تا ملت مجاهد پرور بلخاب را
سرکوب کنند و گفته آقای محقق در این درگیری بیش از 8000 نظامیان کوریتا شرکت کردند، هرچند که در گذشته این در روزهای گذشته ادعا شده بودند که تعداد جنگجویان کوریتا به 10000 نفر در بلخ میرسد. آقای محقق همچنان از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری خواستند که بالای کوریتا فشار وارد کنند تا نسل کشی و کشتار مردم هزاره در بلخاب را متوقف سازد و از سوی هم نیروهایشان را هر چه زودتر از ولسوالی بلخاب بیرون کنند. روزنامه هشت صبح از قبل منابع در کابل گزارش کرده است که دو جوان پنجشیری در کابل توسط نظامیان کوریتا بازداشت شدند. منابع روز یکشنبه پنجم سرطان به این روزنامه گفته است که این دو تن از باشندگان روستای تانخوی ولسوالی دره پنجشیر هستند و گفته منابع این افراد به نامهای میرویس و علی احمد هستند. خبری هم از فرا داره. منابع مردمی در گفتگو با رسانه‌ها گفتند که نظامیان کوریتا در یک دادگاه صحرایی و غیرقانونی دو تن را به اتهام دزدی در شاهراه کابل قندهار بازداشت و در بین مردم تیرباران کردند. این اتفاق در ولسوالی خاک سفید ولایت فرا به وقوع پیوسته است. گروه تا دگربال احمدزه کماندان امنی پیشینی ولسوالی بگرام ولایت پروان را با پسر 25 سالش 3 روز قبل در یک عملیات در ناحیه 315 خیرخانه کابل بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. و خبر اخیر این که پیش از چاشت امروز یکشنبه یک موتر نوی فرونر مربوط به امر به معروف و نهی از منکر گروه تا در ساحه دریکلان از مربوطات ناحیه 8 شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان واژگون شده که در نتیجه یک نفر از اعضای این گروه کشته شده و دو نفر دیگر نیز زخم برداشته است. از توجه به همراهیتان با سنترال افغانستان جهان سپاس. این بود تازه ترین خبرها از افغانستان و به خصوص از بلخاب و لالو سر جنگل انتخاب کرده بودیم که تقدیمتان نمودیم. اگر از درچه فیسبوک برید هستید این گزارش را لایک بزنید و به اشتراک بمانید و اگر از درچه یوتیوب به جمع پیوستین خواهشن لایک بزنید تا این لایف به دوستان دیگر نیز پیشنهاد شود. من امروز یکم گرونیم گرفته، صدایم طور دیگر بود، امیدوارم که دوستا زیاد اذیت نشده باشه و کلماتی هم گاهی وقتا اشتباه میشد. تا دوباره دیگر بدرود.